آخه این موسیقی که اونجا نشسته دوست بابام. میبینی اونجا نشسته کی؟ کی رو میگه؟ همون موسفیده میشنسیش؟ خب معلومه آقا نصرالله. برو برسن برو بپرسن به سر شام زچین. سلام علیکم. آره شما خوبه؟ چاکره به به. سلام آقا تورر. برمه شما بفرما بشین. شما خوبی؟ خوب. چه خبر؟ من مسافرت بودم، یه هفته است که اومدم. تازه فهمیدم که پدرم مرحوم شده، ولی از خانوادم کاملا بی اطلاع هم. تو ختم شرکت کردیم؟ آره پسرم. چطور مگه؟ میخواستم ببینم شما در مراسم ختم پدرم ایرجو دیدی؟ بله اونجا دیدم. چطور؟ آخه من از وقتی که از مسافرت اومدم به هر جا که میدونستم سر زدم، ولی از اون و مادرم هیچ خبری به دست نیاوردم. خواستم ببینم شما نمیدونیم به کجا نقل مکان کردن، کجا خونه گرفتن. والا من فقط میدونم که از اون خونه رفتن. خیلی ممنون. میبانشتون با اجازه. به سلامت. چیزی نمیدونه، هیچ خبری نداره. یعنی کجا؟ خدا میدونه. عجیبه، کجا رفته؟ انگار تقدیر میخواد که من همیشه سرگردون باشم. چاره ای هم نیست. با اجازه مرشد، رخصت پیش کسوتا. گفت با من کاری داشتی. انشالله که خیره. البته وظیفه حشمت بود که بیاد خدمتتون، اما خب چون مهمون داشتین نخواست مزاحم بشه. فرقی نمیکنه، من با پسرم این حرفا رو ندارم. اگه جسارت نباشه بریم سر اصل مطلب بهتره. پس اگه اجازه بدین من برم سری به غذا بزنم تنگی. نه تو هم بهتره باشی آبجی. البته با اجازه آقا جون. شما هم صاحب اختیارشی. آقا جون ببخشید وقتتونو میگیرم. من میخواستم خیلی رک و پوست کنده، اگه جسارت نباشه یه سوال ازتون بکنم. بگو دارم گوش میکنم. میشه بفرمایید مهمونتون رفته یا نه؟ سردر نمیارم. منظورت از این سوال چیه؟ منظورم اینه که مهمون یه روز، دو روز، نه صد روز. مهمون حبیب خداست. اون تا هر وقت که دلش بخواد میتونه تو این خونه بمونه. حدس میزدم. پس اگه اجازه بدین از فردا پولی تو جیبیشم ما بدیم. داداش تو رو خدا جلو آقا جون اینطوری صحبت نکنی. کاری به کارش نداشته باش. اون مختار هر چی دلش میخواد بگه بگه. جوابش با من گوش کن پسر. اون احتیاجی به پول من و تو نداره. اگرم اینجا مونده
فقط به خاطر اصرار منه که مونده. یعنی من ازش خواستم که اینجا بمونه و تا خانوادش رو پیدا نکنه نمیذارم از اینجا بره. خوب شد گفتین. لااقل ما تکلیف خودمونو فهمیدیم. آقا جون بفرمایید چایی بخورید. دست شما درد نکنه. خدایا به بزرگی خودت قسمت میدم که هیچ کس رو محتاج بنده خاکی خودت نکن. ببین آقا جون، اشکال شما اینه که آدم خوش باوری هستی. هر کی هرچی میگه زود باور میکنی. حاضر نیستین قبول کنین که زمون عوض شده. ولی من نمیتونم مثل شما باشم. پس بهتره که شما راه خودتو بری و منم راه خودم. ما امشب تکلیف خودمونو فهمیدیم خانم. تو خونه که یه زن جوون و یه دختر دم بخ هست، بودن یه مرد عصب معنی نره. اینقدر پیله نکن پسر جون. اصلا معلوم هست تو چته؟ یعنی ما بعد از یه عمر جدایی شب جمعه‌مون رو نمیدونی؟ تو حالا کارت به جایی رسیده که داری به پدرت درس اخلاق میدی؟ حرف حق تلخه دیگه. حالا ما چون کوچکتر هستیم بعد لالمونی بگیریم و هرچی به سرمون میاد هیچی نگیم. اکه بله دیگه، از قدیم گفتم وقتی آب سر بالا میره قورباغه ابوعطا میخوره. لعنت باشه تو. آقا جون کجا میری؟ به خدا حشمت منظور بدی نداشت. پری برو آقا جون رو صدا کن، نظر دل خور بری. نه مه خانم، متاسفانه یه خورده داداش تو حرفش زیادی روی کرد. من آقا جون رو میشناسم، تو از دلش در نیاری محال برگرده. من حقیقت رو گفتم آبچی، چون یه طرفه به قاضی میری. ببین داداش، اون پسر خوبیه. بابام که هر کیو تو خونه راه نمیده. صبح زود با هم میرن مغازه، آخر شب هم با هم برمیگردن خونه. همیشه که اینجا موندگار نیست. انشالله به زودی خانواده‌اش رو پیدا میکنه، میره دنبال زندگی خودش. دوزار بده آش به همین خیال باش. نتیجه ای نداشت؟ نه، اونجا هم خونه نگرفته. فردا با هم میرین بیشتر پرسجو میکنین. فایده ای نداره آمیرزا، من همه اهالی اون محلو میشناسم. بعد چله بابام دیگه کسی اونا رو ندیده. بالاخره پیداشو میکنین. حتی اگه لازم باشه در همه خونه های تهرون رو میزنیم. خوب و بد حالیش نی؟ تو رو خدا اینطوری صحبت نکن، این خوبیت نداره. بیشین بذارم، راحت باش. خیلی ممنون، راحتم. چیه؟ انگار تو فکری. حقیقتش یه سوالی برام پیش اومده. چه سوالی؟ راستش فکر میکنم آقای حشمت به خاطر من از این خونه رفته. درست آقا میرزا؟
چرا باید به خاطر تو از اینجا بره؟ مگه تو جای اونو تنگ کرده بودی؟ یا اینکه سر سفرهش نشسته بودی؟ آقا جون، چای حاضره، براتون تو حیاط بیارم یا میایین تو اتاق؟ بیار اینجا دختر. چشم. آره بابا جون، اصلا این فکر رو به سرت راه نده. ولی موندن من اینجا صلاح نیست آمیرزا. کجا میخوای بری؟ یه جایی میرم دیگه. من از وقتی که اینجام جز دردسر برای شما چیزی نداشتم. دردسر چیه؟ اصلا این حرفا نیست. اگه واقعا فکر میکنی اینجا جات ناراحته، خب اون یه حرف دیگه است. این حرفا چی آمیرزا؟ من به خدا وقتی خونه خودمون بودم اینقدر احساس آرامش و راحتی نمی کردم. از وقتی با شما آشنا شدم آمیرزا، اصلا دنیا واسم یه جور دیگه ای شده. آدم با شما که باشه احساس راحتی میکنه. خوشحالم که اینو میشنوم. منم اگه راستشو بخوای یه جور پاکی و صداقت در تو دیدم که تا حالا در کمتر کسی دیده بودم، و به همین خاطر دلم نمیخواد باز تو دام رفیق نااهل بیافتی. ببین پسر جون، اگه تو زندگیت به کم قانع باشی، ما ظاهر و باطن این کلبه درویشی رو داریم. دو تا اتاق و وردار یه خورده اساس بریز توش، همینجا زندگی کن تا ببینیم بعدش خدا چی میخواد. آقا جون چایی؟ دستت درد نکنه دخترم. دست شما درد نکنه. نوشه جان. آقا جون شام حاضره، سفره رو بندازم؟ سفره رو بنداز، ما الان میام. چشم. ما رو حسابی شرمنده کردی. این حرفا چیه؟ منم تو مغازه دستان هم. وقتی میرفتم جنس بخرم مجبور بودم در مغازه رو ببندم. مغازه یه که هر دم به ساعت درش بسته باشه خیر و برکت ازش میره. تو فکرش بودم یه نفر رو استخدام کنم. حالا که تو هستی چه کسی بهتر از تو؟ یه چایی تو بخور. میدونی ساعت چنده؟ چیه؟
ببینم تو چیزیت شده؟ من؟ نه چطور مگه؟ آخه امروز یه ریخت دیگه ای شدی. فکر میکنم یه چیزی میخوای به من بگی که رود نمیشه. والا چی بگم؟ راحت باش پسر جون، بریز بیرون هرچی تو دلته، خیالت راحت باشه. ناراحت نباش، من آمادگی شنیدنشو دارم. والا چطور بگم؟ حقیقتش میخواستم یه چیزی بگم ولی روم نمیشه، یعنی حقیقتش میترسم شما ناراحت بشید. حرفتو بزن، قول بهت میدم ناراحت نشم، خیالت کاملا راحت باشه. راستش آمیزا میخواستم اگه بشه، یعنی چطور بگم، روم نمیشه آمیزا. خیلی خوب گرفتم چی میخوای بگی. ببین تورت جون، من حرفی ندارم، اما باید اجازه بدی این موضوع رو با خودشم در میون بذارم. بیجا که نمیگم. نه آمیزا، ما نوکرتیم، هر چی شما بگی. تورش تو زندگیش یکی دو تا اشتباه کرده، اما به نظر من پسر خوبیه. تو این مدت همه جور امتحانش کردم و از همش هم سربلند بیرون اومد. به هر حال تو میخوای زندگی کنی، تصمیم نهایی با خودته. به سلامتی عروس و دوماد و پدر و مادرشون کف مرتبی بزنی. چرا وایسادی؟ والا نمیدونم چیکار. گیرم که رفت. تو رو خدا حشمت، میدونی فردا در و همسایه ها چقدر پشت سرمون حرف درست میکنن؟ تازه پدرت فردا فکر میکنه من نذاشتم تو بیای. تو رو خدا حشمت، بیا بری. سرکار دوشیزه خانم پری آقایی، برای آخرین بار سوال می کنم، آیا بنده وکیلم که شما را به عقد دائم جناب آقای تورج احتشام در بیاورم؟ وکیلم؟ عروس خانم وکیلم؟ با اجازه پدر و برادرم بله. خوش آمدید. آقا جون سلام، من رو برسون. خوش آمدید. بفرمایید. مشرف فرمود. امروز پری اومده بود اینجا. چطور شده یادی هم ما کرده؟ چی میگو؟ چه میدونم والا، اومده بود گله میکرد که چرا نمیاین اونجا. خب تو چی گفتی؟ گفتم حشمت دیر میاد خونه، فرصت نمیشه. از زندگیش راضی بود؟
آره، با دومش داشت گردو میشکند. خدا رو شکر. خب دیگه چیزی نگفت؟ میگفت همین روزا دایی میشی. جدی میگی؟ آره، مثل اینکه خیلی خوشحال شدی. یه حرف ها چی میزنی زن؟ حالا اگه ما خودمون بچه دار نمیشیم، از بچه دار شدن دیگران هم نباز خوشحال بشیم. یه جوری حرف میزنی که انگار گناه از منه. پس از کیه؟ از کیه؟ من چه میدونم؟ سلام. سلام. چرا حالا اومدی خونه؟ اینو بگی. مگه کار نداشتی؟ چرا؟ اومدم یه سری بزنم ببینم کم و کسری نداری. اینو چیه خریدی؟ یه خودم میوه و خرت و پرت با یه ماشین برای پسرم. مگه تو میدونی پسره؟ نه، همینجوری خوشم اومد خریدم. تازه اگرم دختر باشی باش بازی میکنه دیگه. اون که نمیدونه ماشین مال پسراست. من فکر میکنم درست خریدی. فکر میکنی بچه همون پسره؟ آره. از کجا اینقدر مطمئنی؟ دیشب داداشم رو خواب دیدم. اومده بود اینجا دیدنش، برای سه چرخم آورده بود. پس حتما پسره. دوست داری پسر باشه؟ نه، اتفاقا من دوست دارم دختر باشه، چون خودم خواهر نداشتم. فرقی نمیکنه، هرچی باشه من دوست دارم. میخوای یه چیزی بیارم بخوری؟ نه، میخوام برم. خب، کاری نداری؟ نه، فقط زود بیا. چش. به سلامت. بسی، شام قرمه سبزی بپزی ها؟ خیلی خوب، شکمو برو دیگه. با اجازه. الو، بفرمایی. بله مادر، سلام. جدی میگین؟ چشم شما روشن. چی شده مریم؟ ایرج، ایرج، ایرج چی؟ ایرج خونه زود شده مامان. راست میگی؟ گوشی رو بده ببینم. ببخشین مادر، من گوشی رو میدم به مامانم. فعلا خداحافظ. الو، سلام علیکم. قربونتون برم. چشم شما روشن خانم، فداتون بشم. انشالله همیشه به خوبی و خوشی. قربون شما همچنین، فداتون بشم. تشریف بیارین خانم، قربونتون. حتما حتما مزاحمتون میشم. خدا نگهدار. خدا ها. سلام. سلام مادر، تا حالا کجا بودی؟ دلم شور افتاده بود. رفتم سر مزار مهدی. چه خبر؟ هیچی، خبرهای خوش. بابا چه گلای قشنگی. کیو برده؟ مریم و مادرش آوردن. اونا اومده بودن اینجا؟ آره، یه ساعت هم نشستن، دیدن تو نیومدی رفتن. خیلی بد شد. برای فردا شب دعوت کردن که شام بریم خونشون. خیلی خونواده خوبی هن. تو این مدت یه آن منو تنها نذاشتن. ببینم مادر، مریم درسش تموم شده؟ آره،
داره پایان نامش رو مینویسه. به خاطر وضعیت مهدی فکر میکردم طفلک رو اذیتش کنم. اوه، چند بار ریخته بودن تو خونه شون اما چیزی پیدا نکردن. خودشونم چند بار برای بازجویی بردن، اونم امیدی نداشت بذارن درسشو ادامه بده. از اونا هرچی که بگی برمیاد. من توی زندون فهمیدم که اونا چه موجوداتی هستن. چه میشه کرد؟ بگذاریم. برجت من برای شام فرد شب آمدم. بایدم باشی؟ مگه میتونی رو حرف مادرت حرف بزنی؟ یه خوابی برات دیدم ایرج. خیر باشه ایشالله. خیره، اونم چه خیری. خب چی هست؟ برام تعریف کن. خودت نمیتونی حدس بزنی؟ نه، من از کجا بدونم؟ خیلی خوب، من بهت میگم. راجع به ازدواجه. چی؟ ازدواج؟ دست برده مادر، بذار به خیلی راحت شاممونو بخوری. آه، یعنی صحبت در مورد ازدواج خیالتو رو ناراحت میکنه؟ نه، ولی فعلا قصدشو ندارم. من که نگفتم همین الان ازدواج کنی. میتونیم بریم صحبتشو بکنیم. شاید اصلا موافقت نکنن دخترشونو به تو بدن. حرفشو نزنی مادر. حتی نمیخوای بدونی چه کسی رو برات در نظر گرفتم؟ اون لیوانو لطفا برام بده. بیا. غذای خوشمزهی درست کردی مادر. نوشه جونت، فقط حرف عوض نکن. خیلی خوب بابا، طرف کی هست؟ کی باشه خوبه؟ چه میدونم؟ کف دستم که بونه کردم. مریم یه پارچه خانومه. اگه رضایت بدی فردا شب که رفتیم خونشون من یواشکی با مریم و مادرش صحبت میکنم، ببینم نظرشون چیه. علل خصوص که میدونم اونا واقعا تو رو دوست دارن. باشه، بذار برای بعد مادر. من فعلا یه کاری دارم که باید انجام بدم. اول اینکه باید یه کاری برای خودم دست پا کنم، بعدش هم باید برم دنبال تورج. هر طوری شده من باید اونو پیدا کنم. تورج. حشمت. چیه؟ چرا نمیای؟ داره دیر میشه. من فکر میکنم اگه خودت تنهایی بری بهتره. این حرفا چیه میزنی حشمت؟ خواهر بیچارت چشم به راهته. میدونم. اگه میدونی چرا این پا اون پا میکنی؟ دست خودم نیست، حقیقت رو بخوای نمیخوام چشم تو چشم این پسره بیفته. این حرفا رو قبلنم شنیدم. یه دفعه بگو نمیام، خیال منو راحت کن، اون خودم رو میکشم میرم. آره اینطوری بهتره، لااقل ما می وسط سنگ روی یخ نمیشی. خب پس من میرم، کاری با هم نداری؟ نه. ببین چی میگم؟ بگو تا یادت نرفته. یه کادایی درست و حسابی بخر ببر. نمیخوام که این شاد اومادمون فکر کنه برادر زنش گداست. من الان دارم میرم زایشگاه، کادوی درست حسابی رم بعدم میخرم میبرم خونشون. امر دیگه نداری؟ نه. براسی اسم بچه، اسم بچه رم بپرس، میخوام ببینم اسمشو چی گذاشته. باشه حتما، رضایت میدین برم؟ به سلامت.